سلام خوش اومدید به کلاس درس این احتمالا آخرین ویدیویی هست که من در مورد حد راست و چپ میخوام به طور خاص صحبت بکنم و یک نکته ای که ممکنه خیلی وقتا یک در فهمی پدید بیاره بین دانش آموزا رو میخوام بگم ما با هم دیدیم که حد x به سمت a fx مساوی با l میشد اگر و فقط اگر هم حد راست و هم حد چپ fx مساوی با ال بودن بنابراین باید حد راست مساوی میشد با حد چپ در اف ایکس و این مساوی با یک عدد الی میشد در این صورت میگفتیم که اون تابه در نقطه ای حد دارد و حدش برابر با ال است اما خیلی وقت ها ممکنه یک اتفاقی بیفته و اونم اینه که اصلا یک تابع اینطور نباشه که مثلا در سمت راست یا چپ حدش ال نشه بشه کی اصلا تابه در اون سمت راست یا سمت چپ تعریف نشده بذارید یک مثال بزنم مثلا تابع، fx مساوی با رادیکال x رو در نظر بگیرید و فرض بکنید که من ازتون میپرسم که حد x به سمت صفر رادیکال x رو یا fx رو حساب بکنید خب شما اگر بخوید طبق این تعریف عمل بکنید چی میگید میگید خب حد x به سمت صفر مثبت رادیکال x مساوی میشه با صفر طبق یکی از همون خاصیت های حد که در ویدئوهای قبل با هم تعریف کردیم وقتی رادیکال میگیرید میتونید حد رو ببرید داخل رادیکال و از خود x حد بگیرید مستقیما و از طرف دیگه میگید خب حد x به سمت صفر منفی رادیکال x چطوری این مساویه چی میشه خب اصلا مسئله که وجود داره اینه که دامنه f x x های بزرگتر مساوی با صفر هستن بنابراین اصلا این تابع رادیکال ایکس من به ازای ایکس های منفی تعریف نشده و اصلا من این حد رو نمیتونم حساب بکنم خب حالا سوالی که ممکنه پیش بیاد و این کچ فهمی که خیلی وقتا پدید میاد اینه که از این نتیجه بگیریم که حد x به سمت صفر رادیکال x وجود ندارد و این بسیار بسیار ادعای غلطی هست این درست نیست در حالتی میگیم این حد وجود ندارد که حد چپ وجود داشته باشه و حد چپ برابر حد راست نباشه وقتی که اصلا حد چپ یعنی در نقاط منفی اون عددی که داریم حساب میکنیم در نقاط کوچکتر از اون عددی که داریم حساب میکنیم حد وجود نداشته باشه در این صورت اینطور نیست که بگیم حد تابه وجود نداره بلکه منظورمون این هست که حد x به سمت a رادیکال x مساوی هست با همون نقطه ای که تعریف شده یعنی حد x به سمت a مثبت رادیکال x و دیدیم که این برابر هست با صفر بنابراین من میتونم دور این خط بکشم به همین ترتیب در مورد حد منفی هم همینطور است یعنی اگر یک تابعی باشه که حد مثبتش تعریف نشده باشه اما حد منفیش تعریف شده باشه منظور از حد x به سمت a همون حد منفی هست بذارید من یک مثال دیگه هم حل بکنم خب پس قبلش بذارید من این صفحه رو یه ذره ببرم بالاتر که اینجا یک جای خوبی پدید بیاد مثالی که میخوام حل بکنم یک همچین تابه هست بذارید من با همون سفید بنویسم که یک سام بشه تابع fx مساوی با یک تقسیم بر جزء صحیح x منهای دور رو در نظر بگیرید خب دامنه این تابه چه نقاطی هست؟ خب دامنه این تابه همه نقاطی هست که مخرج این تابه برابر با صفر نشه مخرج این تابه کی برابر با صفر میشه پس من اول باید این معادله رو حل بکنم x منهای دو جزء صحیح x منهای دو کی برابر با صفر میشه وقتی که x متعلق باشه به بازه دو و سه باز یعنی اگر خود سه باشه دیگه مخرج صفر نمیشه اما اگر یه خورده کمتر از صفر باشه جزء صحیحش میشه دو و بنابراین مخرج میشه صفر بنابراین دامنه تابه f من مساوی هست با x متعلق به r بجز پس بجز x متعلق به دو و سه باز در حقیقت من میتونم اینو یک جور دیگه هم نشون بدم بگم منفی بی نهایت و دو باز اجتماعش با سه بسته و مثبت بی نهایت این میشه دامنه تابع اف هم. حالا اگر من از شما این سوال رو بپرسم که حد x به سمت دوی تابع fx رو برای من حساب بکنید شما چی کار میکنید؟ شما میگید خب حد x به سمت دوی منفی f(x) x یعنی وقتی که من از اعداد کمتر از دو نزدیک میشم به f(x) این جزء صحیح برابر میشه با منفی برابر میشه با یک بنابراین این مساوی میشه با یک به یک منهای دو پس میشه حد x به سمت دوی منفی یک به یک منهای دو که این کلا میشه منفی یک این مساوی میشه با منفی یک از طرف دیگه حد x به سمت دو مثبت یک به جزء صحیح x منهای دو چطور خب اگر x از دو بیشتر باشه اصلا جزء دامنه تابع من نیست یعنی من x های بین دو و سه رو اصلا جزء دامنه حساب نکردم بنابراین وقتی از سمت راست به ای دو نزدیک میشم اصلا جزء دامنم نیست و این حد وجود نداره چرا چون این اصلا جزء دامنه تابع من نیست بنابراین من می نویسم که حد x به سمت دوی یک به جزء صحیح x منهای دو مساوی هست با حد x به سمت دوی منفی یک به جزء صحیح x منهای دو مساوی هست با منفی یک یعنی این حالت که وجود نداره رو اصلا در نظر نمی گیرم پس بذارید من دور این هم دوباره یک مستطیل بکشم که مشخص بشه این رو ما حل کردیم حالا بذارید یک مثال دیگه حل بکنم تا باز هم ببینیم با هم دیگه که چرا این نکته نکته جالبی هست من باز هم سفر رو میارم بالاتر و فرض بکنید که میخوایم ما یک همچین مثالی حل بکنیم یک تابع خیلی خیلی معروف fx مساویه با x منهای جزء صحیح x رو ما میخوایم حد x به سمت یک x من های جزء صحیح x رو حساب بکنیم خب میریم سراغ همون روش معروفمون اول حد مثبت رو حساب میکنیم بعد حد منفی رو حد x به سمت یک مثبت x من های جزء صحیح x مساوی چی میشه خب جزء صحیح x وقتی که من از اعداد بزرگتر از یک بهش نزدیک میشم برابر با یک میشه بنابراین مساوی میشه با حد x به سمت یک مثبت x منهای یک که این هم یک چند جمله ای هست به راحتی یک رو من داخل این قرار میدم و این مساوی میشه با صفر از طرف دیگه حد x به سمت یک منفی x منهای جزء سی x چطور جزء صحیح x وقتی که من از اعداد کوچکتر از یک بهش نزدیک میشم برابر با صفر دیگه چون این اعداد کوچکتر از یک مثلا یعنی صفر ممیز نه 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 و جزء صحیح این عدد صفره و بنابراین این مساوی میشه با حد x به سمت یک منفی x منهای صفر و این مساوی میشه با یک چون این هم باز یک چند جمله من یک رو داخل عبارت چند جمله ای قرار میدم و بنابراین میبینید که حد راست شد صفر حد چپ شد یک بنابراین این دوتا با هم برابر نیستن و نتیجه ای که من میگیرم اینه که حد وجود ندارد بنابراین این حد وجود نداره اما این حد و این حدی که اون بالا ما حساب کردیم هر دو وجود دارن چون اصلا دامنه تابع در یکی از سمت های چپ یا تعریف نشده بود اما وقتی دامنه تابع یعنی ایکس در اون نقاط چپ هر دو تعریف شده و اون نقاط جزئی از دامنه هستن و این دو با هم برابر نمیشن در این صورت حد وجود نداره امیدوارم این سه مثال مثالهای خوبی بوده باشه براتون و در ویدیوهای بعد حد رو با هم ادامه میدیم